ببینید این یه سیستم مدار بسته است که تا 380 درجه 360 بله 360 درجه گردش داره که یه دستگاه مادر داره که باش دیسیبل و انیبل میشه، یعنی هم فعال میشه هم غیر فعال، که من الان فعال سازی رو براتون توضیح میدم. عزیز من باید اول یه سیستمی فعال بشه که شما بتونید غیر فعالش بکنید. قربونتون برم بابا، یه چراغی باید اینجا روشن بشه. آقا جون ما اگه نخوام اینا از این مهارت فنی یاد بگیرن چی باید ببینیم؟ این آموزش ها واسه اصلاح رفتار شما میشه آقا. آقا این هم مهارت چیه؟ اصلاحی که نصفون اندازه سیستم های امنیتی دزدگیری یاد بگیرن. خب وقتی که نصفش یاد بگیرن از کار انداختنش هم یاد بگیرن. قربون شکل دیگه فرد سیستم امنیتی زندان کار انداختن چی؟ نگفتم کجایی، گفتم رفتی خارج. خدا کنه زودتر بیای بیرون تا مجبور نشم دروغای دیگه هم بگم. بهش راستشو میگفتی؟ میگفتم بیا بابات ببین چجوری موقع دزدگیر افتاده. تو هم حرفای منو باور نمیکنی. ببین موقعی که حکم نهایی نیومده و هنوز تو بازداشت موقتا، یعنی اینکه خود قاضی به این نتیجه نرسیده که من دزدی کردم. اگه به این نتیجه رسید چی؟ خودم خوب میدونی همه مدارک بر علیهته. ببین مهم اینه که تو به این نتیجه نرسی. ایشالله تو همین روزا حکم تبرم میاد. مریم تو نمیدونی چقدر به فکرت هم به فکرمی از اینجا سردر رو بردی؟ اصلا این حرف رو بذار کنم. الناصر چه خبر؟ پیگیر کارم هست؟ آره بابا کار خاصی ازش برده میاد. راستی برای که الهام یادش نره بابا داره، از طرف تو هر چند روز برش یه نامه پست میکنم. خواستم بگم یادت باشه سوتی ندی. هر وقتم زنگ میزنی خونه از دهنت در نره کجایی. بچم خجالت میکشه. خجالت نمیکشی؟ چرا من باید خجالت بکشم؟ اون اسکندر نوور باید خجالت بکشه که منو به این روز انداخته. مریم ببخشید من اینجور صحبت کردم. مریم ما با هم زن شوهر بیدیم. خدا حافظ. فراد آقای کمالی گفت فردا صبح مجری قوی ترین مردان زندان تویی. چرا من؟ چه میدونم؟
برات اصلانی؟ فرمایش. تعریف تو از خیلی ها شنیدم. وقت داری؟ تعریف کارم یا تیپم؟ جفتش. حالا وقت داری؟ حالا کار چی هست؟ فردا بیا بهتر ها. امروز خیلی سرم شده بود. دارم میرم سرم عمل کنم. ممکنه فردای تو کار نباشه. موضوع حیاتیه. میخوام سیستم خونم رو ضرب العجلی امترش کنم. اگه اشکالی نداره. ماشینم اینجاست. یه دزدگیر مش ببرنش. یادت نره. ناصر. یه دزدگیر ببرن ماشین این بابا. باش. گن نزنی. حالا خونت کجاست؟ اول بریم دکتر. نوبت دارم. باید جواب آزمایش شماره اتاق عمل بگیرم. زیاد هم طول نمیکشه. بفرما. با این بریم. اشکالی داره؟ نه نه. ای کاش اون شب هم میشکست و اونجا نمیرفت. یاد روز خواستگاریت افتادی؟ میگم برات سکه الان تو بازار چنده؟ خواستم ببینم اگه طلاهای زن دوم هم بفروشم چقدر گیرم میاد. واسه چی؟ مهریه زن اول هم بدم. الو. بله بابا جون، گفتم دارم میام دیگه. خب گیر دادی ها بابا. خود ترافیکه دیگه، چیکارش کنم؟ الو افسر، افسر نمیتونم صحبت کنم. نمیتونم صحبت. ناصر یه صابونت بخور، حاضره. بگه با این کاری که شعرتا میکنه میذاره من زندگیمو بکنم. صابونه بخورم؟ بابا یارو گیر کرده تو ماشینش، نمیتونه بیاد بیرون. آقا دزدی نمیتونی نصب کنی، چرا میبندی؟ چرا مردم علاپ میکنی؟ یارو داره خفه میشه، خودش هم در ماشین خودش نمیتونه باز بکنه. دیوانه است. ناصر اون آفتاب ضربه رو بده. همه کلکسیون ماشین دارم. بابای ما آفتابه. بفرما پدر، بفرما. ضربه رو بده. بابا چه فرقی میکنه؟ اینم آفتاب است دیگه. اینم کار را میدازه دیگه. نگاه کن. تو بابای منی یا من بابایتم؟ بابا شما سرور منی، شما بزرگی. پس فرق میکنه، ضربه رو بده. اگه قبول بتونه پنج ثانیه خودش رو نگهداره نظر با قهرمانه. یه دو سه دو پیل کرده باید ببرین آزمایش کنه. بلندش کنید، بلندش کنید، بلندش کنید. از نظر شما قهرمان کیه؟ قبول، 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 نوبت پهلوون دومه. نفر بعدی و پهلوون بعدی جناب سفر دندون زدن. سفر، 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 سفر،
کمالی جان، من که با نفس کار مخالف نیستم، اما تمام حرفم اینه که اینجا به یک مرکز تفریح تبدیل نشه. نشه فرمایشی میفرمایید قربان، با برگزاری چند تا برنامه ورزشی که اتفاق بدی نمیفته، ضمن این که ما سعی داریم علاوه بر اقدامات تنبیهی قدری در تغییر شرایط روحی و جسمشون تاثیرگذار باشیم. از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالم آج آقا. بله آقا سرمون مسئله که خودم میدونم. بله بله عرض بنده هم همینه، اینها اگه فرسوده و افسرده بشن از اینجا که برن بیرون هزینه بیشتری برای جامعه دارن. همشون هم که آدم های تبهکاری نیستن بنده خداها، خیلی هاشون من اثر ندانم کاری یا مشکلات مالی اینجان. این حرفات درست، اما اگه یکیشون فردا به خاطر اینکه به بقیه نشون بده از همه قوی تره بره در زندون رو از جا بکنه، اون وقت چی؟ اون وقت چی آقا؟ این داره چی کار میکنه؟ این داره با دندونش اون یکی رو از رو زمین بلند میکنه. میگن دندونه خیلی قوی داره هاچ آقا. البته ذکر این مطلب هم خالی از لطف نیست، میگن اون بیرون که بوده جلو چشم همه داشته با دندوناش یک کامیون رو میکشیده، مردم جمع میشن فکر میکنن که داره رکورد میشکنه، تشویق میکنن دست میزنن، غافل از این که داشته همون کامیون رو سرقت میکرده. سرقت سرقت میکرده دیوانه. چیه داری چیکار میکنی؟ بیا دیگه مردیم از سوخت حالا تو این ماشین. خب چیه راه میره داری من زنگ میزنی صبح برسه نمیذاری من کپه مرگا بذارم. صبح زود اومدم اینجا کله پاچه بخورم، هر کار میکنم در این ماشین باز نمیشه. خب از پنجره میبری بیرون. بیرون داری. اولا پول دادم واسم دزدی نصب کنی، نه اینکه خودم این دزدا بیام و برم. دوما رد میشدم. خب آه نه خب چاقی نمیتونی حواسو بشکمت نگو. تازه شانس آوردم دستشویی نداشتم. خب نره خودم ردیفش میکنم. بدم ببینم. برات کجاست؟ برات یه جا گیر افتاده که خودش هم نمیتونه بیاره بیرون، چه برسه تو رو. برو کنار ببینم، برو کنار. 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 و اما نتیجه نهایی قوی ترین نامردان معذرت میخوام قوی ترین مردان زندان بذارید بگم نفر اول. بله نفر اول. نفر اول. نفر نفر کردم. این صدایی کیه؟ به نظر شما میگه ما توی این روز با مشارکت خودشون یه مراسم فرهنگی برگزار کنیم چطوره؟ یا توی این روز توی این عید چطوره؟ این عید میتونیم توی سطح شهر اجرا بکنیم تا تحصیل برنامه فرهنگیمون رو نشون بدیم، خانواده‌هاشون رو دعوت کنیم بیان. خوبه. این دوتا دارن چی کار میکنن؟ چی کار میکنن؟ مسابقه است دیگه، ظاهرن دارن دست هم دیگر میپیچونن ببینن کدومشون بیشتر دوام میاره. بیشتر دوام حل. دیگه درست شد. درسته.
خیالم جمع. خیال راحت بشه. مطمئن دیگه گیر نکنم اینجا. برو دیگه. بله به کارشناس که عکس‌ها رو نشون دادم تایید کرد اصلا. آره یه جا قایمشون کردم ولی فعلا سلام نیست بیارمشون بیرون. آره هر جور است تا سه هفته دیگه میارمشون اون برا. آره آره حتما حتما حتما. آچاد میدونید خونه برات اصلانی کجاست؟ در سفیده اینجا. سلام خانم، اومدم با شما یک معامله‌ای بکنم. اگر بتونی شوهرتون رو راضی کنید که جای عتیقه ها رو به من نشون بده، من از شکایتم صرف نظر میکنم. حتی اون طلاها رو نمیخوام. آقای اشرفی، شوهر من میگه دوزی کار اون نبوده، میگه همش زیر سر اون نامرد اسکندره. من کاری ندارم که اسکندر کی و کجاست. من از دوربین مدار بسته خونم فقط شوهر شما رو دیدم. اگر من به عتیقه هام برسم که هیچ، وگر نه کلی دوزی های دیگه رو به نافش میبندم. اینو بهش بگیم. سلام آقا قربان، خسته نباشید. سلام آقا، خیلی خیلی خوش اومدین. عذر میخوام قربان، من فکر میکنم اشتباه اومدم. من خواستم برم خوشویی، فکر کنم اینجا دفتر سینماییه. وایزن نخیر آقا، درست اومدین. اینجا خوشویه. من این مقدار تو کارهای هنری هستم، امرتون رو بفرمایید. خسته نباشید. مطمئنی؟
مطمئنی تو رو نشناخت؟ آره حتما. آره آره، وقتی اون اومد جلو در مغازه من توی مغازه نشسته بودم، من اون رو دیدم ولی اون اصلا حواسش به من نبود. باهوش، گیریم جا مکانش رو پیدا کردی، بعدش چی کار میکنی؟ بعدش چی دیگه، برمیداری میگیری میبریم. این آفتاب زرده رو ندیدی؟ همونجا گوشه حیاته. بعدش برمیداری میبریم نیست همونجا گوشه حیاته، بگرد پیداش میکنی. بعدش برمیداری میبریم تحویلش میدیم. چند بار من گفتم این زرده رو دست نزنی؟ آخه پدر من آفتابه تو به چه درد ما میخوره؟ ما که از آفتابه استفاده نمیکنیم، از شیلنگ استفاده میکنیم. تو هم یاد بگی با شیلنگ کارت را بنداز، اینقدر خودتو درگی آبی قرمز نکن. ای آفتابه آفتابه آفتابه، پیداش کردم، این هم آفتابه زرده. آفه قربونه دارم، درد و بلد بخور کاسر این او بابات. اگه تو جرأت این کارو داشتی چرا همون موقع که دیدیش این کارو نکردی نگرفتیش ها؟ بابا ما که مدرکی ازش نداشتیم که، من باید میرفتم زاغسیاشو چوب میزدم تا یه مدرکی ازش پیدا میکردم، جامکانشو پیدا میکردم، بعد میرفتیم تحویلش میدادیم. نمیدونم والا الان باید چی کار بکنیم. الان هیچ کاری نباید بکنی، یعنی تو هیچ حرکتی نمیخواد بکنی. من خودم یه حرکتی تو خوشی انجام دادم که بعدم به تو میگم که نقش تو این حرکت چیه. من این حرکت انجام میدم، تو هم پشت به پشت من این حرکت انجام میدی، یعنی که تا من حرکتی نکردم تو هم نباید حرکتی بکنی. بلاش این چایی برده بیار بینیم بابا. ای خدا، سلام حاج آقا، فرموده بودید با من کار دارید. خیلی خدمت رسیدم. آره خوب شد اومدی، اتفاقا داشتم با آقای تفضلی صحبت میکردم، پیشنهاد تو رو که بهشون گفتم پسندیدن و در جام قبولش کردن. کدوم پیشنهاد؟ همون اجرای نمایش تو شهر، گفتن با حفظ موارد امنیتی خوب و تأثیر خیلی خوبی هم داره. خیلی خوشحالم، من واقعا روی این پیشنهاد فکر کرده بودم. به هر حال تا سه هفته دیگه باید اجراش کنیم. سه هفته؟ آره آخه برخورد میکنه به برگزاری جشنواره خودشون، بعدش هم ایام سوگواری و بعدش هم که دیگه فرصت باقی نیست. آخه ما اصلا آماده نیستیم، راستش این یه پیشنهاد خام بود، همینطوری گفتم، فکر نمی‌کردم جدی بگیرید. دیگه نمیشه کاریش کرد، تیم تو طوری آماده کن که اونجا آبروریزی نکنه. فرصت کمه، آخه اونا که کارو گرفتاری ندارن که، خونه که نمیرن، زن و بچه هم که دوروبرشون نیست که بخوام بهونه بیارن. از الان از صبح تا شب در اختیار تو هن. ببین چه کار میتونی بکنی؟ چوب خوش یا سنگم که باشن، توی این مدت با تیشه میتونی ازشون یه اثر هنری بسازی. در ضمن تشویقشون هم خواستی بکنی، روزای ملاقاتشون رو بیشتر کن. ولی آخه وقتمون. ولی آخه نداره که، تو چطور تونستی یک روز این مسابقه چی بود قوی ترین کتککار زندان رو ترتیب بدی؟ خواهیم درستش کن دیگه، ردیفش کن، ردیفش کن دیگه. مریم هنوز راضی نشد الهام بیاره من ببینمش. الهام بیاره تا رو ببینی پشت این میله ها که چی بشه. میترسم به کلی دخترم منو فراموش کنه. حالا چه خبر ناصر؟ خبر که زیاده، کدومشو برات بگم الان؟ اولیشو بگو دیگه. اولیش خونه حاجی بابا بود، خونه قدیمیه، سقفش ریخته پایین. پس که طورش نشو. نه همه بلند شدن رفتن ختم همه بتو. خب خدا یادت گفت چطوری؟ حالت خوبه؟ اون که سر حال بود. یه از اون موقعی که این پسر میثم یه نفر با ماشین زیر گرفت زد کشت، نه من ناراحتی سکته کرد مرد دیگه. یارو مرد؟ آره آره. آخه چرا؟ همو تقی ورشکست شده بود. میثم گورش که میرم با ماشین مسافرکشی میکنم تا یه مهمتی بکنم به این. بعد رفت تصادف که یه نفر زد کشت. یه دفعه صبر کن ناصر. عمو تقی ورشکست شد؟ آره دیگه بابا، این پسر مسعودنشو طلاق داد. این بدبخت هم مجبور شد کل زار و زندگیشو بفروشه بده مهریه زن مسعود. مسعود از آرزو جدا شد؟ آخه چرا؟ شد دیگه، جدا شدن دیگه، به خاطر اینکه راه به راه به مسعود سرکوب می‌زد، تحقیرش می‌کرد بدبخت. بابا مسعود چیزی کم نداشت که آرزو سرکوبش بزنه. ما همین موضوع زندانی شدن تو رو دیگه می‌گفتش که پسرمون دونه من قاتله، دونه قاچاقچی دزده. ناصر اومدی این چیزا رو بهم بگی؟ نه یه خبر بدم برات دارم. اینا خبرهای خوبت بود؟ این یارو اسکندر بود، چند پیش تو خیابون دیدم. این که خبر خوبیه. نه ولی خب میدونی مطمئنم، ولی ظاهرا فکر کنم این یارو جنسی که قاچاق کرده بود میخواد یه دو سه هفته دیگه بعد رو بره خارج. نه یه خبر بد دیگه هم دارم، بازداشت موقت دیگه ما تمدید شد. چی؟ تمدید شد. یه خبر بدتر دیگه بهت بگم. بس کن دیگه. چرا خب تو خودت گفتی خبر بده، خب بذار بهت بگم. خب مردی که جغد بچگون. ببین Thank you.
خودته بابا، تو که سواد نداری که. سواد ندارم، زور که دارم. بشی بینه بابا، زور دارم، زور دارم. برات برات اصلانی؟ بله. سرت خلوت شد، یه سر بیا اتاقم کارت دارم. چه تا حالت خوبه؟ میگم اگه حالت خوب نیست بفرستمت بهداری دکتر ببینته. به دکتر نیاز ندارم. نه به دکتر نیاز ندارم. همینجا میتونه عمل کنیم، ولی اگر بیان اونور خیلی بهتره. فعلا حافظه کوتاه مدت ناسیب دیده، ولی اگر عمل نکنین حافظه بلند مدت هم از بین میره. ممنونم دکتر. خواهش میکنم. راستی دفعه قبل که اومده بود اینجا کیفتون جا گذاشتین. بفرما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دیشه بریشم زدن مردم این زمونه، مسافر خسته منم بی بال و بی نشونه. مرسی. این گلمز قران نخ که جلش انتاقت میخونه. چیه داشت برات دولکی؟ یا ببین ناصر دنبه چه کولاکی داره میکنه. سهرین عطرین نین را. خب باید درداتو با رفیقت قسمت کنی تا سبوک شی دیگه. بگو قسمت کنم؟ بگم یه ماه دیگه بازداشتم تمدید شده؟ بگم عمم سکته کرده؟ بگم پسرمون با ماشینش یکی زیر گرفته و کشته؟ بگم اون یکی پسرمون به خاطر اختلاف با زنش به خاطر من زنشو طلاق داده؟ بگم دخترم یه ماه منو ندیده؟ نمیدونه باباش کجاست؟ بگم عمو همچین ورزگرد شده که نمیتونه کمر راست کنه؟ قبول ناراحتی من از اینا نیست، از اون نامردیه که به من نارا زده. میخوام بهت بگم آقا جن... نمیخوام بگی آقا جون، نمیخوام بگی، برو به فکرت برس عزیزم. بذاری مگه نگفتی تقسیم کنی؟ آقا همه درداد مال خودت، همه این قسمتات مال خودت، نمیخوام بگی. قبول جان یه دقیقه محبت کن. قبول قبول جان دوست من. آقا سعید میشه قبول بسنم کنی؟ یه ذر محکم تر بزن. آورا خودت گفتی بیا تقسیم کنی. خیلی نامردی بابا. بودو 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 وقتش بودو بودو دیگه. سلام. علیکم السلام. خوبی؟ بله. خب از بلد معلومه خوب نیستی. خوبم آقا، کارتون چیه؟ نه اینطوری که نمیشه، اول باید خوب باشی بعد. آقا خوبم، شما بفرمایید. تا حالت ردیف نباشه نمیگم. میگم خوبم دیگه، بخوا براتون بندری بیام. خجالت بکش، این چه طرز حرف زدن تو محیط فرهنگی زندان؟ دیگه بخون ببین هستی یا نه. آقا من حوصله ندارم، جریان شیخ خودتون بگی. شنیدم تو مدرسه تئاتر بازی می‌کردی. آره؟ آقا من میگم حوصله ندارم. من میگم حوصله ندارم. شما میگید تو مدرسه تئاتر بازی میکرد، واقعا حوصله ندارم. دیوانه. چه پیغفتتون؟ خب همینه خانم. وا یعنی چی آقا؟ یعنی من بهتون دروغ میگم؟ لباس من یه پالتو زمانی مارکدار بود. چیه کت درب و داغون؟ خودتون آورده بودین؟ نه خیر، حالا چه فرقی میکنه؟ آقامون آورده بودم. حالا شما قبض قبل و بعدش رو نگاه کن، شاید اشتباه نوشتی. بذار نگاه کنم. قبض قبلش پالتو زنونه است. اجازه بدید بیارم ببینین خودشه.
لطف کنیم؟ اصلا منو بگو میخوام بهشون لطف کنم. آقا شما خودت اصلا ناراحت نکن آقا. اصلا خودت ناراحت نکن. کاغذ تو صورت من ریز ریز کرد آقا. آخه بی‌ادبی هم حدی داره دیگه. آقا حتما حتما اعصابش از یه جای خرد بوده دیگه آقا. اصلا به نظر من شما میخواستی یک لطفی بهش بکنی؟ خب برخورد خودش لیاقت نداشت دیگه آقا دیگه. خودش لیاقت نداشته دیگه. البته شما به عنوان مسئول فرهنگی زندان واسه همین اینجا هستید که به این چطور رسیدگی کنید دیگه آقا. دست درد نکنه. واقعا حرف تلنگری بود برام. انگار مثل یه آبی که بریزن رو آتیش آروم شدم. دست درد نکنه. باری کلا. بله آقا. اصولا آدم در هر شرایطی باید به نظرم آرامش خودش حفظ کنه آقا. البته آقا شما زیاد میدونیم. ما که چیزی نمیدونیم. شما این چیزها رو بیشتر از ما میدونین آقا. با اجازه. آقا. عوضت کجاست آقا؟ مسخره کردی من الان اینو چجوری جمع کنم با یک ساعته؟ کوری تو کوری؟ مگه نگفتی آرامش؟ ای آقا آرامش نمیبینی مگه چجوری آقا؟ منو به شما چجوری اینو جمع کنم یک ساعته الان آقا؟ کوری با حافظت جمع کنم با اینه درخشی آقا حافظت جمع کن دیگه چی بقیم این نازه تو میان؟ حافظت جمع کن. سلام آقای کمال. آقا اومدم بگم این آقا برات ما رو ببخشید آقا. آقا خو عصبانیتش دلیل داره. دیروز کلی با هم صحبت کردیم به دقت به حرفاش گوش کردم آقا. آقا شما توجه داشته باش. عمش رفته زیر ماشین. عموش آقا عموش از کوفته هایی که زنش درست کرده کوفت خورده. سکته کرده. زنشو طلاق داده واسه همین. طلاق. آقا از عموش بذار کنار. آقا این پسر عموش همچی تصادفی کرده از کمر ببخشید. آقا خلاصه عموش حاضر نیست دخترشو ببینه دیگه آقا. که دادم با مقوله نمایش بیشتر آشنا شده باشید. این متن نمایشه. باید به سرعت حفظش کنیم. ای آقای کمالی پس من چی؟ ما انشالله برای نمایش بعدی نگه تو رو خدا. من حاضرم هر کاری بکنم اما تو این کار باشم. نقش اول دیگاره. یادت رفته راجع به اهمیت کارهای پشت صحنه چقدر توضیح دادم؟ برعکسه. تو که سواد نداری چرا میگیری دست داخل؟ آبا چه این وری چه اون وری میدم برات برام بلند بلند بخونه حفظش میکنم دیگه. تو چی خیال کردی؟ فکر کردی با یه آدم احمق طرفی؟ نه من گول حرفاتو نمیخورم. بعد تو دیگه غفور. بابا دارم نمایش تمرین میکنم ها. کی واسه من یه نخود معرفت رو کرده که من براش که قربار معرفت رو کنم؟ خاندهی نبی جی اون کسافت مادر منو کشته. اون کسافت کشاخ.
قفور اینایی که میگه اصلا این تو نیست. مهم نیست. هنرمند باید خلاقیت داشته باشه. خب بگیر بخواب صبح خلاقیت کن. نمیشه. راست گفتی ها. حیف ما هنرمندا باید استراحت هم کنیم. وگرنه اونقدر پشتکار داشتم که تا خود صبح تمرین کنم. خوشم اومد. خوشم اومد تو صحبت‌های هنرمندا این یه دونه رو خوب گرفتی. تو بگی بخواب خودم اول وقت بیدارت میکنم تا دلت میخواد خلاقیت کن. بگیر بخواب غفور جان. بگیر بخواب آره بگیر بخواب. بگیر بخواب. باشه. بخواب دیگه. این همه یادداشت به خاطر همون یه قرصه. بعد از تصادف حافظه کوتاه مدت هم ضعیف شد. نمیدونم چرا همه چیز زود یادم میره. باید بنویسمش. نگاه کن آدرس خونم هم یادداشت کردم که یه فراموش نکنم. امیدوارم کارتون تموم شد یادتون نره که دستمزد منو بدین. منم امیدوارم به خاطر فراموشیم ازم دوبله سوبله نگیرید. چی شد؟ برات آب بخور. آب بخور. برات 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 برات. خوب شد بیدارم کرده داشتم. خواب بد میدیدم. دادو فریاد زدم. نه صرفه میکردم. نه پس واسه چی بیدارم کردی؟ بیدارت کردم به هم بگی تو تمرین فردا باید چی بگم. آخه بعد موقع بیدارت کردم آره؟ آخه خواب دیدم امروز تمرین رو خراب کردم. استرس داشتم برات. تو پل نیومنو میشناسی؟ فقط پل منجیلو میشناسم. کجاست؟ الان بهت میگم. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی دیگه. منتظرش میمونم. همین که اومد بره تو اتوشویی دیگه معطلش نمی کنم. با میستم تا مامورا بیان. یعنی که معطلش میکنم تا مامورا برسن. که چی بشه؟ ما که مدرکی نداریم. خب عتیقه ها دستشه. گیریم که اونو به خاطر عتیقه ها گرفتن. چجوری میخوای ثابت کنی که به پرونده من ربط داره؟ بعدش هم اشرف نمیاد بگه بله بله این عتیقه ها مربوط به من میشه. چون پاش گیره. خب چیکار کنیم آقا این وسط؟ هیچی. باید تعقیبش کنی تا آدرسش رو بفهمی. بپا گمش نکنی آش. حتما بعد آدرسش گیر بیاری آش. یعنی شما همه تون از یه مسواک استفاده میکنی؟ مگه چیه؟ عوضش خمیر دندونامو با هم فرق میکنه. توی کونی دم توی کونی چماور کونی مرس کونی میخاری. حالت خوبه؟ قربانشون. اینا چیه میگی؟ اینا چیه میگی؟ آقا برات به من گفته اینا رو حفظ کنم. بیا برو بیرون. چه؟ بیا برو بیرون. بیا برو بیرون آقا. خب برات گفته دیگه من چیکار کنم؟ خب همچین قفل کرده بود که باز کردنش کار هر کلید سازی نبود که. یه دونه کلید دارم. اوه مگه مریضی تو؟ نه من حالا خوبه. بعد اونو انداخت. خیلی رو داری. ببخشی قفور ناراحت شدی؟ نه خیلی هم حال کردم. میخوای شام ببرمت بیرون جبران کنم ها؟ نه من خاطره خوبی از شام بیرون ندارم. برای همینه که به کسی اعتماد ندارم. خانواده زنم هی از مریضیم سوء استفاده میکنن و منو سرکیسه میکنن. منم یادم نمیاد چیا رو برای چی باید امضا کنم. خلاصه الانم که برای عمل میخوام برم خارج نمیخوام تا برگشتنم کسی بتونه بره خونم و به مدارکم دست بذاره. نمیخوام. عجب. حالا مطمئنی رمز این سیستم جدیدی که میخوام برات نصب کنم و یادت نمیره؟ چاره دیگه هم هست؟ نه.
خدایا دیگه خسته شدم. این چه بلاییه که سرم آوردی؟ چی شده؟ دست کلیدام نمیدونم کجاست. بذار ببینم تو ماشینم نذاشتم. میبینی؟ حتی یادم نیست که این وانتو کی خریدم. این ماشین منه. ماشین شما رو گذاشتین دم مغازه من که شاگردم دزدگیرش رو ردیف کنه. یه دقیقه باید زنگ بزنم ببینم کلیدا رو تو ماشینت نذاشتی. الو الو ناصر، به غیر از سویش تو ماشین این آقا دست کلیدش هم بود؟ اه اونجا بود. باشه باشه باشه، خدا بس. کلیداتون تو ماشین بود. من الان در اینجا رو براتون باز میکنم، بعدن که سر فرصت رفتیم در مغازه اونجا کلیداتون رو بردن. یه روزم که شده بعد اینجا برم میرم. سلام. علیکه سلام. نوچنه تم کچی کتم. ای بکن آقا لوس میکنه خودشو. اومدم عذرخواهی کنم، من جهالت کردم، نادانی کردم، بیشعوری کردم، نفهمی کردم. چی بود؟ خامی کردم. خیلی خوب، درد تو بگو. جدی؟ میشه محبت کنی یه دونه مرخصی به من بدین؟ دست من نیست، من وضعیتم اورژانسیه، نیاز به این مرخصی دارم. اگه بهم کمک کنید خیلی ممنون میشم. من میدونم شما میتونید یه کاری برام بکنید. بازداشت موقت به هیچ کی مرخصی نمیدن. منم نمیتونم کاری بکنم. تازه به اون کاری که اون روز کردی گمون نمیکنم اگه میتونستم هم کاری میکردم. بله حق با شماست. ببخشید مصدق اوقاتتون شدم استاد. ببین. بله. اشتباه حفظ کردی. بله. چیه غفو؟ هنوز به خاطر نمایش ناراحتی؟ بعد جوری از گروه انداختنم بیرون برات. من یه فرصت خوب از دست داد. اونطوری که کمالی میگفت قرار بود بریم توی شهر اجرا کنیم. آقا به پسرم قول داده بودم که بیاد برای دیدن نمایش. ببی نداره، ببی نداره. خوشحال بود که بعد مدت‌ها میتونه پدرش افتخار کنه. قرار بود دوستاش بیاره تو تالار فخرالدین تشویقم کنه. بابا نمایش برای من یه بهونه بود، یه بهونه. غفور گفتی تالار فخرالدین قرار نمایش اونجا اجرا بشه؟ ناره تو مگه؟ بیچی کل سیستم امنیتی اونجا رو خودم کار کردم. اونجا رو این کف دستم میشناسم. از شما عذرخواهی کرده بودم، خواهش می‌کنم یه فرصت به من بدین. شما سوابق منو نگاه کنید، من تو مدرسه تئاتر بازی می‌کردم. نه آقا تو همه پلوی پشت سرتو خراب کردین. اصلا پلو ولش کن، شما تو صحنه موج نمی‌خوان. یه موج که می‌خوان واسه چی آقا؟ موج برای تماشاچیاتون، موج، موج هنری. موج آقا موج. نه آقا نمی‌خوام. راست میگی، موج اصلا این زندانیان جمعه موجا رو ندارن. ببین من هنرمندم، من اصلا میتونم براتون املت درست کنم. نه آقا. قیمه میخوان؟ نه آقا. قرمه میخوان؟ نه آقا برو بیرون. ببخشید آقای کمالی، من ذائقه شما رو که نمیدونم، اینو زودتر میگفتیم. برو بیرون. شما آشم یعنی چی آقا؟ مگه هرکی هرکیه؟ پیش اومده دیگه آقا، من نبودم شاگردم اشتباهی داده رفته. داده رفته؟ من پالتومو میخوام. شما آروم باشی، ما که هرچی بهش زنگ زدیم نیه برده بیم. اصلا اینم شماره تلفنش. شما خودت یه زنگی بزن ببین چی میگی. خودم زنگ بزنم؟ به من چی آقا؟ من پالتومو از شما میخوام. دزداتو بیار پایین. استا فکر نمی کنی بهتر آرامش خود رو حفظ کنی؟ تو یکی حرف نزن که هرچی میگشم از دست تو.
شما صحبت. چشم. من خودم تماس میگیرم. آقا من نمیدونم اینو چطور نصب کردی که تموم درو یه دفعه با هم دیگه قفل میشه. خیلی خب بابا لاتیش نکن. آقا اگه این کاری نیستی تو رو خدا جمع کن. آقا جون یه دقیقه صبر کن نگاهش کن ببینم چه مرگشه. خب دیروز یه رو تو ماشین گیر کردم. مجبور شدم شیشه رو بکشم پایین از پنجره خودم پرت کنم بیرون. آقا یه رو 69 روز گیر کرده و تو معدن صداش در نیومده بود. حالا تو یه رو افتادی تو ماشین داری پدر منو در میاری. بس دیگه. بریم اونو. بله سلام آقای زرنگ، من همونی هم که لباسمو بردی. نه سلام علیکم، حال شما؟ شماره من از کجا بوده شما؟ از خوشویی گرفتم. میدونی که شماره مشتری رو تو تقف مینویسن، چرا لباس ما رو نمیاری بدی؟ چیز ترسیدم یه وقت اتوشویی ها پولیش کنه، پالتوی با ارزشیه، گفتم که یه وقت میگن نیورده و درد بهتون. ضمناً میخواستم حضوراً خدمتون برسم که ازتون عذرخواهی کنم. یه موقع مدیونتون نباشم، یه جا با هم دیگه قرار بذاریم که بیارم خدمتون. مریم من واقعا انقدر خوشحالم که تو میای اینجا به دیدنم. من اصلا خوشحالیستم برای دیدنت میام اینجا. اینجا جای توه؟ مریم واقعا فکر کنی همه اونایی که اینجا خلاف کردن. نه مریم، بعضیشون به خاطر مهریه است، بعضیشون به خاطر تصادفه، بعضیشون به خاطر اینکه ورشکست شدن اینجا. تو هم مهریه اجرا گذاشتن؟ با ماشین کسی زدی یا ورشکست شدی؟ ای خدا کی از این وضع خلاص میشه؟ مریم واقعا امروز تو فکر این بودم که یه کارایی بکنم برای همیشه از این وضع خلاص شیم، ولی نشد. چه فکری؟ ها؟ هیچی های آقا بیجه ببینم. هیچی مراقبه باشی. هیچی نیست آقا، دست بکنه احمق کنه. آقای کمالی تو رو خدا مواظبش باشی. اگه بدونید چقدر با صفه بود خودش از بین ببره. وای نگران نباشید، شاید شرایطش یه طوری بوده که افسرده شده، یا خواسته تهدید بکنه، یا اینکه جلب توجه داشته باشه. نمیدونم، همه باید درکش کنیم دیگه. شاید خود شما یا حتی من هم مقصر بوده باشیم. باید تلاش بکنیم که روحیش دوباره برگرده. من به همسلولیاش هم میسپرم که خود حواسش داشته باشن. و خب شما نباید الان توی این مدت بهش این همه سرکوفت میزدید دیگه. در حقش کم لطفی کردم، اما قول میدم از این به بعد بیا 24 ساعتی بهش محبت کنم. نه، اینجا قوانین خاص خودش رو داره و شما تو همون فرصتی که بهتون میدم تو وقت ملاقات باش خوب حرف بزنید کافیه. البته خود من هم یه برنامه‌هایی براش دارم، یه فکرایی کردم که یه خورده ذهنش درگیر بشه و شاید از این حال و هوا بیفته. به هر حال شاید یه طورایی بشه که بعدها بهش افتخار هم بکنیم. خدا از بزرگی کمتون نکنه. بس دیگه آقا. اینم از دوربینا. میخوام پیچیده در این کاری رو که تا حالا انجام دادی اینجا انجام بدی. مطمئن باشین گاف صندوقم اونجاست.
چشم. وقتی میان اینجا نباید دستشون به اینا برسه، وگرنه همشون میبرن. باید بذارمشون یه جایی مطمئن. ببینم خونت امنه؟ خواهشن ما رو درگیر این چیزا نکن. پس مجبورم همشو بذارم همینجا. امیدوارم بعد از عملم باز ببینم. چه برات؟ ناراحتی؟ هیچی، زنم اومده بود ملاقاتم. آقا بالاخره ما نفهمیدیم مرد از دیدن زنشون ناراحت میشن یا ندیدنشون. فکر کنم هنوز باور نکرده که من عمدن دزدی نکردم. غفور تو که باور کردی؟ خب اگه کارتو را میندازه آره، ولی خودت یه خورده فکر کن. ببین داستانتو باور میکنی؟ مسخره. ببین برات جان، تو زندگی کلی زیبایی هست، اینو میفهمی؟ نه برات جان، آدم باید تو زندگی امیدوارتر باشه، اینو که دیگه میفهمی؟ نه آقای کمالی، نمیفهمم. آقا جان منظورم اینه که آدم باید از حد اکثر فرصت‌ها برای زندگی استفاده کنه، اینو دیگه حتما میفهمی دیگه؟ نه آقای کمالی، واضح تر بگی. نمیفهمم. الان یعنی هنوز نفهمیدی؟ نه خیر. هیچی آقا جان، ولش کن. گفتم بیای تو گروه نمایش تمرینتو شروع کنی. چتی آقای کمالی کوچیکم، نوکرتم، بده دست داده من میشتم. خیلی خوب آقا، خیلی خوب، الان امیدوارتری به زندگی؟ بله، توپ توپ، من وارد گروه نمایش بشم امیدوارترم میشم. توپ توپ توپ، خیلی خوب، برو سر بشین آقای کمالی، من فهمیدم. برو برو. خسته نباشی بابا، خسته نباشی. واقعا بنده رو ببخشید که این اشتباه رو. اشتباه چی آقا؟ مسخره کردی ما رو؟ مسخره بالا درخته. این حرفا چیه داری میزنی؟ من دارم از شما عذرخواهی میکنم. آقا ببخشید، به هر حال من شرمنده‌تونم. بذارید روی ماهتون رو ببوسم. لازم نکنه. بفرما آقا. بفرما، کار دارم، عجله دارم. بفرما آقا. بفرما. از این طرف می اومدم. عزیز من، صحنه اونجا رو من میشناسم. 7-8 تا پرده عمودی داره. بعد تو راحت‌تر میتونی وسط بیای جلو باشی. اون پشتم یه فضای باز داره. تو هر موقع دوست داشتی میتونی حرکت انجام بدی. تو از کجا میدونی؟ تو کاری به این کارا نداشته باش. برو، برو از اون ور، هر موقع که گفتم بیا. تو حرکت کن، بیا دیگه اون موقع. من میدونم بابا.
نه تو کارگردانی؟ نه من کارگردان نیستم، تو مدرسه تئاتر کار میکردم. البته اگر آقای کمالی اجازه بدن ببخشید. خیلی خب بابا تو کارگردان. نه عزیزم قربونت برم، ناراحت نشو، میخوای شما کارگردان باش. اصلا شما که اومدی تو میتونی کارگردان باشی، هر کی که آقای کمالی بگن کارگردان باشم میخواد. اصلا من هم بغض میکنم، همون بغض و گریه که با هم داشتم. چه کار کردی؟ خونهشو پیدا کردی؟ یادت چند بار بهت گفتم صفحه کلاژی ماشین تو یه نگاه بهش بنداز؟ یادت چند بار بهت گفتم آقا ماشین بده دست مریم یه چند وقتی باهاش رانندگی بکنه یاد بگیره؟ چند بار به تو گفتم این شمعکای ماشین تو یه نگاه بنداز، وایراشو عوض بکن، خراب شده؟ چند بار من با تو حرف زدم؟ یادت بهت گفتم وقتی داری روغنشو عوض می‌کنی صافی بنزینشو عوض بکن؟ آره اسکندر رو گم کرده دیگه. آره دیگه قرار کرد دیگه. هم دیگه هر چی یعنی دقیقا همون موقعی که اومدیم با ماشین استارت بزنیم روشنش بریم دنبالش ماشین استارت نزد. خاک تو اون سرت. حالا من چه غلطی میکنم؟ هر کاری شد ببن دهنتو. چرا امروز اومدی ملاقات؟ مگه قرار نبود یه شنبه ها بیای؟ اینجا سلام دادنته؟ ببین مأمور داره صدا میکنه، الان میام. چی کارتون دارم؟ اجرامون افتاده دقیقاً دوشنبه هفته آینده. خانواده‌هاتون هم دعوتن و بهترین فرصت برای اینکه نشون بدین چقدر تغییر کردید. چیزی شده برات؟ چرا نمیای پیش ما؟ حوصله ندارم. میشه من نباشم؟ دیگه علاقه‌ای به اجرا ندارم. چرا آخه؟ اینو نمیتونم بگم. لطف کنید نقشه من بدید به غفور. اون علاقه من تره. دست شما در نکن. دختر گل بابا منم دلم برات تنگ شده عزیزم. نه الان روی پل کنار رودخونه میسیسیپی دارم خورشید نگاه میکنم، انقدر منظره قشنگیه که نه هیچی نشد، یه کوه بزرگ اومد از جلوی خورشید گرفت میره عزیزم، این ابر میمونه. نه عزیزم ناراحت نیستم، میره. حالا دوباره گوشیو بده مامانه. خداحافظ. الان تمام میشه. الو مریم، به ناصر بگو بره سراغ دکتره، همون دکتری که اسکندر منو برد تو شش. جان با شما نبودم. آره آره تون صحبت کن. آره بگو، آره بگو ناصر بره سراغ، شاید بتونه ردشو پیدا کنه. برو زود قلم و کاغذ رو بیار، آدرس بنویس. آره الان میاره کاغذ و قلم. چقدر چشتون زیباست. من الان حرفم تمام بشه کارت میدم خدمتشون، 150 تومن هم توش دارن. الو آره آره اگه کمه یه کارت دیگه هم میدم اگه میشه اون برمه کنم. متشکرم. سلام علی. آه سلام، خوش شد اومدی داداش. خوشم مرد یادش گذاشتم. ببین این آدرس اون یارویی که برات گفت باید بری پیشش. اینم نامه الهامه. میری سر راهی پاکت نامه میگیری پست میکنی با آدرس خودمون باش. برای الهام یادت نره. باشه خب برو کنار، میخوام بشینم. خب باشه دیگه بابا بشی. این نامه برات به الهامه، اینم نامه اون یاروه دیگه. راحت شدی؟ آره بابا. یادت نمیره ها؟ نه تولدشه. خدافظ.
سلام برادر، مخلصیم. آقا یه لطفی میکنی بگی این پرونده برات اصلانی رو برام بفرستن؟ آره قربونت، همه ثوابه، کاری و کیفه. قربانه. اونجا که بهت گفتم رفتی؟ آره بابا، اصلا مطب قدمی نبود اونجا که، کافی نت بود تو هم. مطمئنی آدرسش درست رفتی؟ بابا جون من رفتم اونجا، از صاحبشم پرسیدم، صاحبشم گوشت که اون دو ماه پیش ما اینجا دو روز رنگکاری داشتیم. اینا هم فکر کنم عد تو همون دو روز اومدم اونجا رو مطب کردم. میگم بوی رنگم میومد. باید برم سراغش ازش اقرار بگیرم. انقدر بزنمش تا بگه اسکندر کجاست. چطوری میخوای بری اونجا؟ یه نقشه‌ای دارم که قبلا تو فکرم بود. فقط هدفم به جای اسکندر شده اون دکتر قلنبیه. وگرنه مسیرم همون مسیره. الان وقت ندارم. بعدم بهت میگم میخوام چیکار کنم. خداحافظ. بفرمایید. سلام آقای کمالی. دیگه چیه؟ آقای کمالی، می‌خواستم اگه امکان داره شرایط حضور مجدد من رو تو گروه نمایش فراهم کنید. برو بیرون. این اجرا خیلی برای من حیاتیه. حکم مرگ و زندگی رو برام داره آقای کمالی. برو بیرون. میشه؟ برو بیرون دیگه آقا، برو بیرون. نمیشه؟ موجه رو داشتین آقای کمالی؟ من هنوز با این موجه مشکل دارم، ولی واقعا خسته نباشید. ایشالا فردا همینجا یه اجرای اولیه برای بقیه میریم، اگه اونایی که میان کار رو ببینن تاییدش کنن میتونیم تو تالار فخرالدین اسعد اجرا داشته باشیم. ببخشید از کی میریم تالار برای اجرا؟ ما از دوشنبه شب به مدت 3 شب اجرا میدادیم. یعنی خانواده ها اونم میتونن بیان تماشا؟ عرض کردم که اجرا عمومیه، همه میتونن بیان. آخ خانواده من توی شهر دیگه ان، اونا میتونن بیان ببینن؟ عرض کردم اجرا عمومیه، همه میتونن بیان. پدر مادر منم میتونن بیان. عرض کردم اجرا عمومیه، بابات هم بردار بیار. آقا پدرم معلوم شده آقا نمیتونه بیاد. آقا دوباره نقش ما رو دادیم به این؟ نگران نباش، برای تو یه نقش دیگه در نظر گرفتم. نقش اول میام. ناصر تو دهنت محکم، اگه بهت بگم وانتو برداری سر یه تاریخی بری یه جا پارک کنی منتظرم بمونی. آره آره محکمه، بگو بگو. گفتم دیگه، بقیهشو بگو دیگه. بیشتر از این نمیشه رو تو حساب کرد. تو هنوز از اون ماجرا ناراحتی؟ خب اون دفعه به من گفتی به مریم نگو، منم نگفتم دیگه. دایی رجب چی؟ دایی رجب که نگفته بودی نگم. بابا من باید اسم تمام آدم ها رو بلاد لیز کنم. آره؟ خاک تو اون سمیت. چی کار کنی باقی؟ الان که خوب فهمیدی چی گفتم. آره بابا فهمیدم. نمایش که تموم، نمایش که تموم شد کار ما تازه شروع میشه. یه دسته گل بزرگ میاری تقدیم هم میکنی. دسته گل بدم به تو؟ الکی مثلا لازمه. برات، برات یه چیزی بگم بین خودمون میمونه؟ بگو. میخوام موقع اجرای نمایش فرار کنم. که چی بشه؟ که زندگی 9 سالمو شروع کنم. فکر کردی فرار به این آسونی ها؟ خب قراره که بهم کمک کنه. کی؟ زن دومم. زن اولت هم میدونه؟ حتما باید پیداش کنی بابا. اسکندر رو نمیگم، زن غفور رو میگم. حتما باید بری بهش خبر بدی، وگرنه تمام برنامه هم به هم میریزم. آره گفتم که اسمش غفوره، تو محل همه میشناسنش. فقط رفتیم اونجا نباید بگر رفقاشی، چون حداقل 2-3 بار تمام همسایه‌هاش دزدی کرده. باشه باشه باشه، خدافظ خدافظ.
ببخشید این کارت متعلق به شماست، کلا این متعلق به شماست. اگه فرمایش ندارید من مرخص شم. با اجازتون. الو الو، سلام بابایی، خوبی؟ راستش من بهت دروغ گفته بودم، الان اومدم خارج، کنار رودی میپیسیسی هستم. جناب رئیس خودشون ضمانتتو کردن، میدونی که از نظر قوانین تو بازداشت موقت همچون کاری لطف بزرگیه. بله، من میخوام تشکر کنم، من واقعا از شما سپاسگزارم. شما در حق من برادری کردین، پدری کردین، محبت کردین، شما منت گذاشتین. من شما برید، من با ماشین خودم میام. چشم. بابای من کجاست؟ بگو اونجا برای توضیح میدم. همینجا توضیح بده. صد بار نگفتم این پسر به دردت نمیخوره؟ گفتی همینو میخوام، حالا جواب این بچه رو بده. آقا جون، به جای این شوهر کردنت اگه یه آفتابی میخریدی اقلا کارت رو میانداخت. آقا جون نداره که، راست میگم دیگه، آفتابی میخریدی بیشتر به کارت میگه. این تو دخترم صحبت میکنی. گلم مام بیا غذا تو بخور، مریض میشی. یا نمیخوای ببینی تو این چیه؟ نگاه چقدر خوشگله.
من مساج داشت که دست به دوزی نمیدم. پس برو لیست اون چیزایی که نداشت و دوزید برای ما بنویس و بیار. چش میرمم. اصلا شما از کجا میدونید که جانبار جان دندون داشت؟ حبس جانبار جان باعث شد که مسواک زدن رو فراموش کنه. اگه خودت نری خودتو ماشینتو همراه وسیلاتو یه جا جمع میکنی میبری. ببین داداش من ماشینم خراب بود، گفتم اینجا بسات بکنم، یعنی ماشینم الان دیگه درست شده. همین چی میگم، گفتم اینجا بسات بکنم ماشینم سالم شه. الان دیگه ماشینم سالم شده، میخوام برم. چشم متوجه. فقط یه سوال بکنم، من میتونم فردا دوباره بیام اینجا همینا رو اینجوری بسات بکنم ولی نفروشم؟ فقط نگاه کن، من خونم همین کوچه بغله ها. جای خوبیه ها، عیون نشین باحاله. نه فردا، نه پس فردا، نه روزایی دیگه حق نداری اینجا باشی، وگرنه خودتو والدتو جمع میکنی میبری توقیبش میکنی. مرسی که رعایت میکنی. چشم چشم آقا، حراش تموم شد. آقا تموم شد، بذارش زمین، بذارش زمین آقا جون، بذارش زمین. بفرما شما، شما بفرما، بفرما چشم آقا، بفرما حراش تموم شد، بفرما آقا. آقا جمع میکنم چشم، من میروم تا تاریخ را عوض کنم. تو میتونی من به نفعه 16 جان با جان مول داده بودم. به حمایت همتونم احتیاج دارم. چی شده سلیم؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نشده بود. جریان چیه؟ یادت میگفتم مادرم دیگه نمیاد ملاقاتم. فکر میکردم چون باعث خجالتشون شدم ازم متنفرم، ولی الان اومدن برات. بابا اومده برات. حالا شب نیست، حواست بهش باشه. میرم یه رفت آبیم. تو خودت شاهدی، من سر وقت رسیدم، ولی خب قسمت نبود، یعنی این سطح معبریه نزاشت. آقا دارش ببخشید، نمایش شروع شده. آقا خیلی وقته. الان بیاد میگه من نیستم، فکر میکنه من دنگ.
آخه خدا ببخشید من سر شما داد زدم. خدایا ای خدای مهربان، ای بزرگوار، الهی قربونتون برم. آخه چرا اینقدر من خنگم؟ چرا اینقدر من گیجم؟ چرا هیچ کاری نمیتونم درست انجام بدم؟ آخه دارم دیوونه میشم دیگه، خودمو که میتونم بزنم. چرا آخه من اینجوریم؟ خدای من واقعا از دست سپاسگزاری میکنم. بالاخره یه نفر گوشی جلوی پای من که من احساس کوچی نکنم. ای خدا دست در شده قربان، اتفاقی افتاده؟ قفل کرده. چی؟ کی؟ چی قفل کرده؟ ریموتو میگم. در قفل شده. یه لحظه ایزه بدید به من، بدید به من. فکر کنم از باتریشه. یه لحظه. نه عزیزم، باتریش نیست. که کنی طور میشه. بله بله باتریش سال. قربان ایزه بدید به من. ایزه بدید قربان. بنده با قفل سازی نوین در خدمتتون هستم. ما کلید همه قفل‌های جهانی و سرودی خودمه. بله بله بله، بدید به من. هر جا که سخن از اعتبار است نام قفل‌سازی برات می‌درخشد. باش بیا یه لحظه. نه اصلا نگران نباشید، شما آرامش رو حفظ کنید. بفرمایید. باشو. بله. واقعا معجزه کردید شما. به نظر هر کس که اینو نصب کرده این کار نبود. بله این کار نبود، واقعا ممنونم. قربان شما. لطف کردین. خواهش می‌کنم. من دیگه اینا خجالت نه آقا، خواهش می‌کنم. نه من از خجالتی در میام. شما این کارتو داشته باشین، هر جا به مشکل خوردید به بنده تماس بگیرید، در اسرع وقت در خدمت گذاری حاضرم. بله بله بله. خیلی ممنون. قربان شما. متشکرم. ما کلید همه قفل‌ها رو باز می‌کنیم. آقای برات بچه فیاری چه شده؟ این کارت شما نیست؟ ماشین کی خریدی؟ ماشینو حدودا دو ماهی میشه. صاحب ماشینو میشناسی؟ ماشینو نه چندم چطور مگه؟ سند زده برات؟ سند نه زده، قرار فراسو بریم محضر به نام من سند بزنه. چی شده با اون نسجونم کردی؟ هیچ بابا، یه ذره کلاهبرداره. کلاهبرداره؟ آره. کلاهبرداره؟ یعنی چی کلاهبرداره؟ قرار فردا بده سند بزنه، یعنی قرار فراسو بریم سند بزنه. آقا فراسو با هم دیگه میریم اونجا، توکل به خدا کن با هم دیگه میریم سندشو میزنیم دیگه. اینجا هر کس سر ماشین گیر میکنه بیاد پیش خودم. آدرس اونجا رو به من بده، من خودم فردا بیام بهتون میدم. بگم ناراحت شو؟ نه خیلی هم خوشحال شد. خب قصه جانبال چرا واسهش تعریف میکردی؟ بهش میگفتی که شیطون یه لحظه گوله زد بعدن آدم خوبی شد. کارش دارم سب کن دیگه. چرا بهم نگفتی؟ باید از بقیه بشنوم. چی رو؟ همه از کارتون تعریف میکردم، نباید به منم خبر میدادی؟ اگه بشه امشب الهام میخوام به خودم بیارم. ممکنه منو ببخشم اون تو؟ یعنی از من متنفره؟ فعلا خدافظ. بیا بابا نزدش تو کم حرف بزنی. سلام چطوری؟ ببین یه کار خیلی مهم آقا، یه کار خیلی مهم داره. بیا سر ماشین بیا سر ماشین بیا. خب داره چی داره؟ برادر زن من اگر محبت کنید نگرید. ناصر از کی میریم بابا؟ دیگه خسته شدم دیگه من.
دو دقیقه صبر کن دیگه. هی میگه بریم 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 بسه دیگه. آقا اصلا فکر کن راننده آژانسی داری ساعتی پولش از من میگیری. الان میاد دیگه. نه که آخه خیلی هم پول میدی. داداش بچه محل از بچه محل که پول نمیگیره. پس رفاقت چی میشه این وسط؟ اومد اومد استارت کن استارت کن. دستتون درد نکنه بابت اجرای دیشب، عالی بود، همه راضی بودن. امیدوارم اجرای امشب بهتر از دیشب باشه. فقط یه چند تا مطلب رو باید یادآوری کنم. گم داداش خیلی عالی. چاره دیگه ای نداشتم. قابلیت نداشت.
بدبخته چند ساله است؟ جانبال جان آدم بدی نبود. نبود. دیدی جانبال جان آدم بدی نبود؟ نبود. واقعا جانبال جان آدم بدی نبود. نبود. دیدی؟ چی به این دوست شما میگم؟ آقا ما با هم آشنایی، ما با هم دیگه رفیقیم، اصلاحی چست بوده در کله من. آقا برش دار. همون وقت که لباس رو برده باید بهش شک میکردم. راست میگه، آشناست. پس بشین یه خورده باش اختلاط کن تا بفهمیم این آشنایی از طرف کیه. نگفتم آقا، نگفتم با هم دیگه آشناییم. حتی باید ایشون به شما بگه. بفهم آقا، بفهم یه اختلاطی با هم دیگه بکنیم. کمک به دادم برسید. آرامش خود را حفظ کنید. آرامش خود را حفظ کنید. من به سوی او می روم و با پیمانی که با او می بندم او را به سن باز می کنم. برد چیه غفور؟ چی شده یه امشب عالی بازی میکنی؟ اصلا نمیدونی امشب یه حس عجیبی دارم. چی میگی؟ خیلی خوشحالم. جونه مادره نکن، من آلرژی دارم، میفتم میمیرم خونم میفته گردن. بهتر تا نگه کی تو رو فرستاده، باز همین یکی هست. تا چند ساعت دیگه که پاسپورت اون برسه ما از اینجا میریم. وقتی هم رفتیم عقل حکم میکنه هیچ اثری را از خودمون باقی نذاریم. دمت گرم. خب منم دارم همینو میگم. خب منو ول کنید برم، چون من اگه اینجا تنها بمونم شما برید، من تبعه میزنم، زنگ میزنم پلیس. بعد برای همه تو شر میشه. نگران نباش. وقت رفتن طوری از زمین ورد میدارم که خودت هم یادت بره یه روزی نفس میکشیدی. استیدونی چی حرفیه داری میزنی؟ شما که دارید میرید، پاسپورتاتون هم که اومده، عتیقه هم که داری میاری اون برام. خب آقا حیف نیست دستم به خونه جوونی مثل من آغشته بشه. بس دیگه. نه حیف نیست، اتفاقا خیلی هم هیجان داره. آخه این پر چیه؟ چه حالی میده؟ این پر بلدرچینه. به گوشم میمونه. چه آرامشی داره پر بلدرچین. از مرکز به واحد 12 تونستین سوژه رو شناسایی کنی؟ نه قربان، هنوز معلوم نیستین یارو کیه. اگه شما تو موقعیت نبودی؟ تقصیر ما نیست قربان. یهو این خروس بی‌محل اومد از دیوار پرید تو. از داخل خونه خبر داری؟ خبر دقیقی ندارم قربان، ولی صحبت کشتن پسره است. میترسم اگر دیر به جنبیم بکشنش. دستور چی الان داره؟ شکنجهش میدن. فعلا اقدام نکنید، منتظر باشید. بابا باز میگردید بدرود. بابایی به دایناسه بگو امروز به خاطر تو نشد، ولی فردا همونجا منتظرم باشه. ببین چه خبره. بچه زهر مار.
ممنون واقعا که به موقع رسیدید. میدونید عملیات خیلی سختی بود ولی ما انجامش دادیم. موقعی که میخواستم بیام اینجا گفتم که تماسی با شما بگیرم که با هم بریم. گفتم چه کاریه، خودم تنهایی میرم، دو نفر آدم که این حرفا رو نداره. ولی میدونی نمیدونستم که اینا دوره شکنجه دیدن. تو کی هستی هستم؟ خوشو بینم دست شما درمه. من ناصرم. خیلی بخور عشقه شو خونی نگاه کن. بچه ها یه خورده سریع تر هسته نباشید. کارت عالی بود. امروز اولش میترسیدم خراب کنی، بعد دیدم نه از دیروزم بهتری. آقا خدا رو شکر، خدا رو شکر. دیدی خلاصه دخترت باید آشتی کرد. دعا کنید خانواده ما مار ببخشن. آقا چاکی های کمال. آقا ولی چیزه این فوزونین داره منه میکشه. میخوام بدونم اون موقع رفتن در گوش دخترت بهش چی گفت؟ هیچی بهش گفتم که فردا بیام نمایشو ببینم. خنده داشت؟ کجا بیان؟ هیچی دیگه، گفتم با برادر خانومم بیان اینجا بشینه قشنگ نمایشو ببینم. وقتی به بچه ها میگفتم اجرا آخرمونه کجا بودی؟ اون پشت مشتا؟ پس اجرای فردا چی؟ متاسفانه لغو شد. یکی از مسئولین داره میاد گرگان، اینجا براش سخنرانی گذاشته. چند روز دیگه قاضی حکم نهایی ما میده. هنوز نتونستم مدرکی جور کنم. فکر میکنی نمیدونستم چی تو سرته؟ میدونستم قبلا اینجا کار کردی، میدونستم همه در روهاشو بلدی، میدونستم چی تو سرته، ولی به خاطر خوشحال کردن خانوادت بهت اجازه دادم بیای تو گروه. هیچ وقت نمیتونستی از اینجا در ری. امیدت به خدا باشه کاری که از دست اون برمیاد از دست هیچ کس برمیاد. سلام علیکم قربان، خسته نباشی. بنده ناصر هستم، برادر زن همون سارقی که خونه شما رو خالی کرد. بفرم. خب فرمایش. راستش برات سلام رسوند، یه آدرسی دارن برم خدمت شما. برین اونجا، جنساتون همشون اونجاست، برین وردارین بیارین. خب اگر رفتم و جنسام نبود چی؟ دیگه میرین اونجا یه هوایی میخورین، یه حالی میکنین، برمیگردین، دیگه ضرری نداره که. مگه من با شما شوخی دارم آقا؟ اشرف جون شوخی کدومه؟ اشرفی آقا. بله آقای اشرفی، اتفاقا به قیافتون هم میاد اشرفی. ولی خب در هر حال جناب آقای اشرفی تشریف ببرید اونجا، جنساتون اونجاست. اگر دیر به جنبید اسکندر همشو جارو میکنه، برمیداره میبره اونجا رو با آتیش میکشه. از ما گفتم بفرمایید. سلام
وقتی برم برگردم.